اسکریپت نرمالایز کار این اسکریپت اینه که یک بار اطلاعات صحنه سبودی شما رو ایکس وای رو با خود کامپوزیشن اصلیتون ست میکنه و بارهای بعد دیگه نیاز نیست درد سر خاصی بکشید و اگر این کارو نکنید هر بار مجبورید المان سبودی که به صحنه وارد میکنید رو برید و دستی مختصاتش رو با ترکینگ دیتای شما یکی بکنید بریم تا آموزش ببینیم که این اتفاق به چه شکله در گام نخست دوستان به این صحنه دقت کنید ما اینو اومدیم با همون تیر کمرا ترکر افتر کار ترکش رو انجام دادیم خب میایم این پوینت رو انتخاب میکنیم خورم میریم جلوتر پوینت های بیشتری بده اینو اینو انتخاب میکنم راست کلی یه دونه سالید و کامرا رو از روش انتخاب میکنم خب اتفاقی که میفته یه دونه سالید ساخته میشه قشنگ کفه کار چسبیده ببینید خب این اصلا چیز روتینیه که هممون دیگه میدونیم تا به اینجا کار حالا ما میریم اسکریپت نورمال استراک رو میاریم کار این اسکریپت همونطور که گفتم میاد صحنه شما رو الان ببینید من روی این دکمه پیرو میزنم یه مشخصات عجیب غریبی داره در حالی که ما اگه بخوایم اطلاعات ترک سبودی ما درست خودشون نشون بده باید در سنتر کار باشه الان من اینو رو میذارم روی کاستوم ویو ببینید اصلا مشخص نیست ببینید کجاست یه جای عجیب غریبیه که خب تا حالا نرسار رو پیدا بکنه تا شما بری اون رو پوزیشن در بیاری بذی به المان دیگه خب این پروسه پروسه وقت گیریه ولی اگر این بیاد وسط کار بمونه از این مشکل ما هم در دنیای ترکینگ نداریم حالا چطور این کار رو انجام بدیم کافیه که اون سالیدمون رو انتخاب بکنیم یه دونه روی دکمه نرمالایز رو کلیک بکنیم از ما میپرسه که اسمشو بذار گراند یا فلور اگر این کار رو نکنیم نرسال نمیتونه تشخیص بده خب ما اسم این حالا میذاریم فلور مجددا این دکمه رو میزنیم خب نرسال دیگه به ما ارور نداد حالا پوزیشنش رو ببین شد 540 960 در زد ما هم که حالا چرا این اعداد رو داره من یه دونه کنترل کا میزنم اینجا چون ده هشتاد ما رو نصف کرده شده 540 نوزده ما رو نصف کرده شده 960 عملا اومده در وسط تصویر قرار داده بریم تو کاستوم ببینیم کجای کاره بله اومد در دوربین ما اینو گذاشت وسط وسط که حالا دیگه شما اینو بخوای جابجا بکنی این همچنان وسط کار میمونه مزیتش حالا کجاست الان دیگه من اگر بیام در پلاگینی مثل الیمنتری دی ببینید بدون اینکه که من دست به چیزی دیگه بزنم خودش اومد این صخره رو وسط کار من قرار داد ببینید دقیقا همون جایی که باید باشه یه خود زوم میدم بقیه کارا میمونه نورپردازی و سایز و چیزهای دیگه خب حالا اگر ما این کارا رو انجام ندیم چه اتفاقی میفته من کنترل زد میزنم به جایی که خود فلور من دیگه با پوزیشن همون عجیب غریب خودش باشه حالا اگر بیام و یه سالید بسازم و الیمنتری دی رو بخوام حالا دوباره بهش بدم حالا میبینیم که با توجه به مختصات دوربین اون یک جای دیگر رو من داده حالا من باید بیام دستی بیام توی قسمت گروپ وان برم توی پارتیک ریپلیکیتور برم پوزیشن X و Y و زدش رو دقیقا با این اعداد یکی کنم مثلا بیام X این رو بدم به این وای این رو بدم به این و همینطور زدش هم بدم به زده اون وقت میانیم که دوباره رسید اینجا حالا باید برم تو معقوله بعدی ماجرای مربوط به سایز حالا باید بشینم سایز اینو بزرگ بکنم و اندازه که میخوام برسه حالا اگر ما این کار رو چند بار بخوایم انجام بدیم هی برامون داستان میشه و هی مجبوریم این پروسه رو انجام بدیم اما اگر ما حالا اینو دوباره دیلیت میکنم تو این قسمت بیایم و نرمالایز بزنیم ببینید چون اسمش هم شده فلور و دیگه مشکلی ما اینجا نداریم حالا حالا هر المانی رو بخوایم اضافه کنیم به مشکل کنیم اما یک نکته‌ای وجود داره اگر ما یه چیز جدیدی اینجا اضافه کردیم چی مثلا این گفتیم که یه سالیدم اینجا برای ما بساز خب این سالی جدید رو ببینید اینم همونطور که ببینید دوباره پوزیشنش ریخته بهم کافیه که جدید رو انتخاب بکنیم یه دونه دکمه پلاس رو بزنیم جدیدم خودش رو ست میکنه با لایه فلوری که ما دادیم اگرم نخواستیم اینها رو اینجا میزنیم و کس میکنه با این حرکت دیگه شما علمان های سبودی که میسازی یک بار میای نرمالایز می کنی یعنی میای ایکس و وای و زدش رو دقیقا متناسب با دوربینه در میاری و میاد سنتر کارت قرار میده حالا هر المانی رو بذاری این آب خوردن تو صحنه برات میمونه اینها نکات بسیار کوچکی از دوره ترکینگ امیدوارم که الان با دیدنش لذت برده باشید اطلاعات کامل در مورد ترکینگ رو میتونید در دوره ترکینگ داشته باشید دوره ترکینگ یکی از پنج دوره فول پک ما هستش امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید اگر دوستی علاقمند عزیزی دارید که به این تیپ آموزش علاقمنده دریغ نکنید و برایش بفرستید من سویل شریفی هستم روز شبتون خوش و خدا نگهدار